با همکارم مصدق پارسا از مسکو مصدق بیشتر از تو میشنویم از دادگاهی آقای نوالنی چه خبرهای دیگه ای داریم دادگاه دوم آقای نوالنی بلافاصله پس از اینکه در دادگاه اول حکم زندانش تایید شد آغاز شده آقای نوالنی در حال حاضر در دادگاه داره از خودش دفاع میکنه بخش از صحبت هایی و از داخل دادگاه توسط شماری از رسانه ها و خبرنگاران بیرون داده شده آقای ناوالنی گفته که دادگاه دومش که همین بررسی توییت است که او در روی کهنه سرباز را خاین خوانده گفته این ادعام و این دادگاه برای او خیلی مسخره تر از همه دادگاه های قبلی به نظر میرسه به این دلیل که او متهم میکنه همزمان سیستم قضایی روسیه را به استفاده از این سرباز جنگ جهانی دوم بر علیه خودش و میگه که این یک ادف سیاسی در پشتش هست و تلاش جریان داره تا با اهداف سیاسی از این کهن سرباز در برابر خودش استفاده بشه قرار هست که این دادگاه حکم خودش را عصر امروز اعلام بکنه تا چند ساعت دیگه و خب اعتمال خیلی زیاد میره که همین جریمه به آقای ناوالنی در نظر گرفته بشه هرچند بر اساس قوانین جدید روسیه چون این اقدامی میتونه سبب زندان هم بشه اما چون قانون بعد از اجرای آلا این جرم اتفاق افتاده به این دلیل به آقای ناوالنی منصوب نمیشه چون این حکمی مصدق واکنش ها به حکم جلسه اول دادگاه چه بوده؟ در وکلای آقای ناوالنی در گفتگو با رسانه ها حکم اول دادگاه استیناف را که خب حکم دادگاه بدویر تایید کرد ره. یک حکم غیر قانونی خواندن و گفتن که کماکان به دادخواهیشان در محاکم بعدی ادامه خواهند داد همچنان گفته شده که آقای ناوالنی امروز و ممکن است که انتقال پیدا بکنه از مسکو به یکی از شهرهای دیگه در مناطق مرکزی روسیه و اونجا زندان خودش را بگذرانه همزمان کاخ کرملین هم مثل اینکه همیشه گفته در کار سیستم قضایی مداخله نمیکنه گفته که کرملین مخالفان بسیار زیاد دارند که بعضی اونها در چارچوب قانون و بعضی در خارج از چارچوب قانون بر علیه کرملین اقدامات را انجام میدن اما گفته که در کار سیستم قضایی کشور مداخله نمیکنه و سخنگوی کاخ کرملین آذر نشد به سوالات خبرنگاران در مورد حکمی که امروز برای آقای نوالنی در نظر گرفته شده پاسخ روشن و واضحی بده سپاسگزارم از توضیحاتت مصدق پارسا همکارم از مسکو با